خب اومدیم اینجا، تا به اینجا رو ساختیم. فعلا من اومدم اینجا ساختم به عمد، میام میرم مثل دیتا میریزم، نمیرم دیگه از چیز استفاده بکنم، وقت گیره. یه پست من اینجا میذارم تایتل پست 1، کانتنت دیس ایز پست، سه نقطه، کنترل ای، کنترل سی، کنترل وی، همین رو میزنیم، گو رو میزنیم، دوباره گو رو میزنیم، میای اینجا، این پست شماره 2، دو کن تموم شه بره، یه کپی دیگه هم میکنی، یه پست شماره 3 هم درست میکنیم، گو رو میزنی و تمام. درسته؟ پروداکت چی؟ پروداکت هم میری براش میسازی، insert title product dash 1 price 1000 تومن، content this is post this is product داشت، کنترل سی، ایشون و گو. گو رو میزنی، پروداکت شماره 2 می کپی دیگه میزنیم، پروداکت شماره 3، این هم از این، یه اسلایدرز هم پرش کنیم، کپشن اسلایدر 1، HTTP گوگل و پابلیش هم میزنیم 0 به خاطر دوست خوبمون، و میایم اینجا میگیم اسلایدر شماره 2 اسلایدر 3. خب اینم از این، بریم توی ایمیجز. خب بیایم اینجا، تا به اینجا رو من پیاده کردم، ایمیج زدم به این صورت پیش اومد، میایم اینجا. ببین داره میگه وقتی میخوای این قضیه رو هندل بکنی ببینید به چه صورته. من میام اینجا، میگه که در قسمت مدل باید به این صورت عمل بکنیم که به این صورت پیاده سازی بشه. ببین چه جوری من دارم میذارم. خب دارم میگم آقا این اسم رو من چی گذاشتم؟ ایمیج ایبل. دقیقا همین اسم رو باید کجا بذاری بگید؟ توی مدلش، یعنی کوشش اینو گذاشتی ایمیج ایبل، باید توی در واقع تو خود ایمیج هم برگرده بگی پابلیک فانکشن ایمیج ایبل، خب ریترن دالر دیس مورف تو، مورف تو رو میزنی طبق این چیزی که اینجا گذاشته، مورف تو هیچی، ایشون مورف توه، یعنی به سمت مورفه، یعنی شما باید ازش استفاده بکنی، همین مورف تو رو میذاری تمام، و تمام کسایی که دارن ازش استفاده میکنن میای یک متدی میذاری به نام ایمیج. خب بعد سرچ کنید. خب من اینجا دارم قاعده ای میگم، من چون این رو گذاشتم ایمیج ایبل، اینو تو میتونی ایمیج ایبل نذاری یا بذار ایمیج تست. چی گفته ایمیج ایبل بذاری؟ حالا برای تو مدل های مختلف می نویسم ببینیم آقا حتما ایمیج بود، نه بذار ایمیج تست، خودش آندرلاین آیدی تایپش رو میده. فقط اگه ایمیج تست گذاشتی اینجا باید چی بذاری؟ حواست به این قضیه باش. خب حالا توی قسمت پست میام اینجا برمیگردم میگم پابلیک فانکشن ایمیج، یه مقداری گوشتم به نام ایمیج، و میام اینجا برمیگردم میگم که return dollar this morph to چیز morph one. من ارتباط دارم با یه دونش،
با کی ارتباط داری؟ ایمیج کلاس. همین شد. ما هر کدوممون پست هر کدوم از پست ها ارتباط داره با یه دونه از این عکس ها. مورف وان ها، مورف تو منی میشد، یعنی هر پست با کلی عکس میتونه در ارتباط باشه، هر پروداکت با کلی عکس میتونه در ارتباط باشه، هر اسلایده میتونه با کلی عکس در ارتباط باشه. من مورف تو منی نگفتم، مورف رو گفتم مورف وان. اینو کپی میگیرید برای همه میذاری. تمام شد و رفت. برای این یکی اسلایدرم میگذاری. تمام شد. این هم ایمیج. خب میایم اینجا نکته بعد. نگاه کن، باید بیای از اپ شروع کنی. حالا اینجا مثلا من بریم اینجا، نمیخواد اینجا توضیح بدم، بریم اینجا ببینید. خب نگاه کنید، من اومدم تو ایمیجز. قبلش آقا تو پست مگه شما سه تا پست نداری؟ پست 1 2 3 مگه پروداکت 1 2 3 نداری؟ این برم اسلایدر مگه 1 2 3 نداری؟ همه اینا رو اینجا اگه دقت بکنید، اپ مدل پست آدرسش، اپ مدلز پست، اپ مدلز پروداکت، اپ مدلز اسلایدر، درسته؟ این ایمیجبل تایپ اشاره میکنه به مدلاشون، ایمیجبل آی دی اشاره میکنه به آی دی های اینا. حالا میایید میرید توی ایمیجز، وقتی میخوای اینزرت کنی اینجا در ارتباط نیستن، باید بنویسی. مثلا بنویسی first یا first.jpg. میگه ایمیجبل تایپت، اینجا چیزی میبینی؟ نه، خود باید بذاری. تایپت چیه؟ اپ بک اسلش مودلز بک اسلش. من میخوام دوتای اول به کی بس باشن؟ به پست. آیدیش به 1 میزنم، اینم میزنم، میام اینجا برمیگردم میگم first.jpg second.jpg. چی شد؟ ول کن دیگه. second.jpg آیدی ایشون رو میکنم 2. این چی میشه؟ این عکس شماره 1 به پست شماره 1 وصله، عکس شماره 2 به پست شماره 2 و عکس شماره 3 اینجا میذارم ترد به پست شماره سوم. واقعا اتفاق میفته الان یعنی. خب این خیلی خوبه دیگه، شما الان راحت میتونی یه چکال من میزنم، یه کپی میزنیم، اینو به جای پست میفرستم کجا؟ پروداکت. میشه یا نه؟ میشه. خیلی خوبه دیگه. با یه ترفند خیلی ساده ما اومدیم این قضیه پلیمورف رو هم هندل کردیم. الان 1 2 3 رو به هر کدوم از اینا دادم، یه کپی هم اینجا بزنیم برای دوست خوبمون اسلایدر، و برای اسلایدر هم این قضیه رو بدیم، برای اسلایدر هم بدیم. تمام. خب من اومدم اینجا برای هر کدوم این ستای اولی رو دادم به پست، به پست شماره 1 2 3، پروداکت 1 2 3، اسلایدرم 1 2 3. یعنی الان من از یک جدولی به نام ایمیج استفاده کردم، به کلی مدل مختلف چیز کردم، دیتا پاس دادم. حالا بریم ببینیم واقعا جواب میده یا نه، من نمیدونم. اینجا اگه بخونید اینجا هم داره یه توضیح، اینجا توضیحش خیلی کوتاهه، اینو بعد بریم ببینید داکیومنت‌های مختلف داره، در مورد داکیومنتش بخون. همین چیزی که من گفتمه، شما در واقع وقتی میایید تو مفتوتون میخواهید قرارش بدید تو این، حالا اینجا من گذاشتم ایمیج پستم، اینا رو هم گذاشتم ایمیج، و اینجا ایمیج ایبل گذاشتم. شما میتونستی اینجا ایمیج ایبل نذاری، بعدا میرم عوضش میکنم ببینید که هر اسمی میتونه باشه، حالا لزومی نداره حتما ایمیج ایبل باشه. و میایم و این ستا رو هم که توی این قسمت ایمیج که اومدم ایمیج ایبل گذاشتم، گفتم مورف تو،
اومدم اینجا چی گذاشتم؟ ایمیج گذاشتم. یه اسم گذاشتم به نام ایمیج. حالا بریم ببینیم عوض کنیم، ببینیم اسمای دیگه بذاره مشکلی پیش میاد یا نه. من نمیدونم. میایم اینجا PHP Artisan Make، یه کنترلر بسازیم به نام اسلایدر مثلا. یه دونه اسلایدر من اینجا بسازم، یادم رفت کنترلرش بنویسم، هیچ اشکال نداره. پابلیک فانکشن ایندکس، یه ریترن h1 هلو ورد هم میذاریم. ببینیم دیتا رو میشه کشید بیرون یا نه. هلو داش ورد. خب میام و میرم توی روت، توی روت، روت کو وب دات پی اچ پی، روت و گیت و اسلایدر و اسلایدر کنترولر کلاس و ایندکس یه پارامترز هم بهش میدم، اسلایدر مساوی با آیدی و یه سمیکالن. خب ببینیم تو اسلایدر چی برمیگرده، برام اصلا درست برمیگرده یا نه، من نمیدونم. بریم بزنیم برمیگرده، میگه not found. چرا؟ آخه ما یه پارامتر داریم، ببخشید این داره اشتباه من بود، اصلا پارامتر نداریم. درست بود، یه دونه بیشتر روت نداره، پارامتر نداره من خودم. خب میایید اینجا این رو گذاشت. حالا من میام اینجا برمیگردم میگم پست فایند اور فیل کن گزینه اول رو، درسته؟ پست شما چند بار برگردونه؟ شماره یک رو. حالا اگه بیام اینجا برگردم بگم ایمیج، از چی برگردونه؟ هیچی رو. تو اف در واقع تو فیو آرگومنت تو فانکشن ایلومینیت داره میگه توی پست لاین 12 دو تا بعد شما میدادی تو پست لاین 12 من یه سوتی خیلی فاحش دادم. میاید اینجا کامنت رو میذاری، برمیگرده میگه نیم استرینگی که اینا با هم وصله رو به من بگو چیه. احسن ایمیج ایبل. میای اینجا حالا میزنیم برگردون یا نه برنگردون. آره اینو خیلی تر و تمیز به بقیه هم میدی. بقیه کو؟ بقیه رو پیدا کن، یادمون باشه. بعد به اینم بدیم، به پروداکت. به کی دیگه یاد بدیم؟ به اسلایدر. تمام شد و رفت. حالا ببینید دونه دونه فهمیدین چیکار کرد یا نه. الان میخوام شروع کنم تغییرات دادن. ها چی گفته حتما ایمیج ایبل باشه؟ میخوام تغییرات بدم، فقط تغییر دادن مکافات داره. میدم اون میشه وان تو وان تو منی پلیمورف. وان تو وانه اشکال نداره، مهم نیستش. الان نگاه کن، من اومدم اینجا تو اسلایدر گفتم فایند اور فیل کن، یک رو ایمیجش رو برگردون. ایمیجش چی بود؟ فرست دات جی پی. اگه برگردم بگم فایند دو رو به من برگردون ایمیج شو، میاد میره عکس شماره دو رو برمیگردونه. عکس شماره پست شماره سه رو بگم، میاد میره عکس شماره سه. عکس برگردم بگم پست شماره چهار، برو عکسشو برگردون، بعد خالی برگردونه. چرا؟ نات فاند داد اصلا، چون اصلا پست شماره چهار نداره. حالا اگه اینجا برگردم بگم پروداکت، برو شماره سه رو برگردون، بعد چی برگردونه؟ ببین عکس شماره 6 رو، آیدی شماره 6 رو برگردون. داره کاملا درست رفته داره پیدا میکنه. از رو چی؟ از رو اپ، از روی مدل ها. مهم اینه که از رو مدل ها رفته این قضیه رو داره پیدا میکنه. حتی بیام از اینجا برگردم میگم اسلایدر، بیا برای ایمیج رو پیدا کنم، میاد میره درود برتون. الان میخونه ولی
خب اوکی. آره مشکل نه با کار اوکیه دیگه، داره از رو آدرس نیم اسپیسش داره میده. اوکی الان اومدیم اینجا خوندیم. خب اومدم اینجا در واقع دارم میگم حالا شما حتی میتونید برید از طریق ایمیج برسید معکوسش. معکوسش چیه؟ بعد اینجا برای تا عکسش رو آوردم. آن آقای ایمیجیبل رو که خودتون میدید چون دارید درست نوشتی ایمیجیبل. خب تگز ایبل، کامنت ایبل، اگه کامنتش ایبل بذاری خودش ایمیجیبل تایپ و ایمیجیبل آیدی رو میفهمه. ببین اینجا اومده بعد از در واقع مورفتو که دارید میذارید میگه نمیخواد هیچ کاری بکنید، خودش ایمیجیبل تایپ و ایمیجیبل آیدی رو میفهمه. نذاری بعد بری دونه دونه تعریف کنی. نمیذارم، فکر کنم اینجا هم نذاشتم. نه حالا گذاشتم. خب اومدم توضیح دادم، خودم قشنگ اومدم توضیح میدم که به چه صورت هستش. میتونی همین داکیومنتش هم به خود قشنگ متوجه بشید. الان میخواستم چیکار کنم؟ الان میخوام که آها معکوسش یه ساعت فکر میکنم. ریترن کن ایمیج از اون ور، ایمیج مدل فایند اور فیل اولی. اولی چی رو برمیگردن؟ عکس شماره اول، درسته؟ عکس شماره اول به کی وصله؟ پست. اینجا باید چی بزنم؟ تابش. اسم تابش چی بود؟ ایمیج ایبل دیگه. بزنی میره پست رو پیدا میکنه. میبینید این چقدر خوبه. آره تو وان تو منی اینقدر خوب میشه. این بیشتر وان تو منیش خیلی خوبه. منی تو منیش هم همینطور، منی تو منیش هم همینطور. مثلا یه چیزی مثل چیز مثل آپارات اگه نگاه کنی ویدیوهاش کلی تگ داره و هر تگ میتونه به کلی ویدیو چیز بشه، یا کامنت ها یا ویدیوها یا بلاگ ها. اینا باید از این مدل استفاده کنن، ولی من چیزی که میدونم اینه که آپاراتو با جنگو زده، بس احتمال زیاد باید یه راه دیگه رو انتخاب بکنم. اگه با لاراول بود خیلی راحت تر میشد. خب اینم از مورف فعلا. این اولش، بریم تو فیلم بعدی.